بعد انقطاع هی بفعل الارهاب اینجا یکی از قلعه های قدیمی شهر حمص است که اکنون پس از برطرف شدن خطر تروریسم دوباره درهای خود را به روی مردم سوریه و گردشگران گشوده است. جشنواره قلعه در استان حمص گشایش یافت تا گردشگری را بار دیگر در این منطقه که از نظر طبیعی و اهمیت تاریخی شرایط ویژه‌ای دارد رونق ببخشد. نحن هم به مهرجان الالعاب والوعد هدف ما در جشنواره قلعه در سال 2021 جلب توجه بیشترین تعداد از سوریه داخل و خارج از کشور است. یحتوی علی انشطه متنوعه جدا. این جشنواره شامل فعالیت‌های بسیار متنوع گردشگری، فرهنگی، فنی و ادبی است که همه سلیقه‌ها را در بر می‌گیرد. من امام قلعه الحصن سوری‌ها امروز پیام جدیدی به جهانیان فرستادند که بیانگر چهره متمدنانه کشورشان است، چهره‌ای که تروریست‌ها به مدت 8 سال آن را در چشم مردم جهان مخدوش کرده بودند، اما به لطف خون جوانان مقاومت ناکام ماندند. نحن عم نقدم رساله والرساله هي رساله حيام ما محبت شادی و صلح به همه جهان است. ما میدانیم که با هدایت ملت دوست و برادر ایران توانستیم بر تروریسم پیروز شویم. میخواهیم بر همه دشواری ها با وجود همه تحریم ها پیروز شویم. تنشیط السياحه الداخليه ليس رونق بخشیدن به گردشگری داخلی فقط مقدمی برای احیای گردشگری خارجی است که فقط با بازسازی دوباره سوریه شاهد آن خواهیم بود. برگزاری مجدد جشنواره قلعه چیزی جز پیام محبت و دوستی از سوریه خسته پس از سالها جنگ نیست و دعوت از هر فردی است که مشتاق تجارت پایدار در سوریه است. خبرگزاری صدا و سیما الهام عبید ریف و حمص.